هستش که اینها رو بدونن و خب اگه شما هم تقریبا اینها رو بدونید بد نیستش. در این اسلاید ما می‌خوایم وظایف پست‌های فشار قوی رو با همدیگه یک مروری کنیم و یک توضیحات هم در مورد هر کدومش ارائه بدیم. اولین و مهمترین وظیفه پست فشار قوی بحث تغییر سطح ولتاژ هستش. ما بعضی جاها لازمه که ولتاژ رو افزایش بدیم و در برخی جا ولتاژ رو کاهش بدیم. به عنوان مثال ما وقتی که میایم دیگه سمت توزیع، یعنی سمت شهرها و سمت مصرف کننده، مجبوریم که ولتاژ رو از سطح انتقال و سطح فوق توزیع کاهش بدیم و به سمت توزیع بیاریمش. بنابراین مهمترین وظیفه میشه تبدیل ولتاژ. وظیفه دیگه اتصال خطوط مختلف شبکه برای تبادل توان هستش. ما به عنوان مثال از نیروگاه‌های مختلف یا از شهرهای مختلف، به عنوان مثال از قزوین، از اصفهان خطوط انتقال میاد و در یکی از پست‌های تهران جمع میشن. حالا این چه مزیت برای ما داره؟ اولین مزیتش بحث قابلیت اطمینانه، یعنی ما با این کار نمیذاریم که هیچ موقع یکی از شهرها بدون برق بشه یا حداقل میتونیم جلوگیری کنیم از این اتفاق. دومین بحث اینه که اگر فرضاً تهران بارش زیاد بشه، ما میتونیم از قزوین براش توان بفرستیم. لذا اینم بحث دومین وظیفه پست‌های فشار قوی. سومین وظیفه محل استقرار سیستم اندازه‌گیریه. حالا این سیستم اندازه‌گیری میگن چیا رو اندازه‌گیری می‌کنن؟ جریان و ولتاژ رو. خب ما وقتی که تو هر قسمت از شبکه جریان و ولتاژ رو داشته باشیم، میتونیم پارامترهای دیگر هم داشته باشیم و محاسبه کنیم. و همینطور وقتی که ما مؤلفه‌های شبکه رو اندازه‌گیری می‌کنیم، میتونیم به بالادستی، یعنی وقتی که به عنوان مثلا ما توی یک پست اندازه‌گیری کردیم، میتونیم به دیسپاچینگ بفرستیم. دیسپاچینگ هم بحث مانیتورینگ رو داشته باشه. سومی میشه محل استقرار سیستم‌های حفاظتی. ببینید ما خطوط انتقال داریم، تجهیزات فشار قوی داریم. اینها هر کدومش باید سیستم‌های حفاظتی خاص خودشون رو براشون طراحی کنیم. حالا این سیستم‌های حفاظتی رو ما میتونیم خیلی راحت بیایم در یک اتاق توی پست قرار بدیم و ریلا و همه وسایل اندازه‌گیری توی یک اتاق قرار بدیم و کنترلشون کنیم. و بحث دیگه محل استقرار سیستم‌های مخابرات و کنترلیه، مثل اسکادا، مثل PLC. ما چرا این سیستم‌ها رو نیاز داریم؟ برای اینکه بتونیم به دیسپاچینگ اطلاعاتمون رو بفرستیم. بنابراین برای اینکه این کارو کنیم، باید سیستم‌های مخابرات و کنترلی رو بیاریم داخل پست قرار بدیم تا این ارتباط بتونه صورت بگیره. حالا بچه‌ها بیاییم و پست‌ها رو تقسیم بندی کنیم. برای تقسیم بندی و دسته‌بندی پست‌ها ما میتونیم به چند روش انجام بدیم. یکی بر اساس عمل کرد این کارو کنیم. یک روش دیگه اینه که بر اساس عایق پست‌ها بیایم تقسیم بندی انجام بدیم و یکی دیگه اینه که بیایم ببینیم پست‌ها تجهیزاتشون به چه صورت قرار گرفته، داخل سولن یا داخل فضای باز هستن. در اولین دسته‌بندی ما میایم بر اساس عمل کرد این کار رو انجام بدیم، ببینیم به چه صورتی هستش. خب اولین پست میشه پست‌های انتقال. این پست‌های انتقال چه پست‌هایی هستن؟ پست‌هایی هستن که چند تا خط انتقال میاد داخل این پست‌ها و به هم دیگه وصل میشن. حالا سطح ولتاژ این خطوط میتونن با همدیگه برابر باشن و یا از ترانسفورماتور برای تغییر سطح ولتاژ داخل این پست استفاده میشه. حالا بیایم ببینیم سطح انتقال که داره میگیم چه سطح ولتاژی هستش. در ایران توجه داشته باشید که ولتاژهای 132، 230 و 400 کیلوولت میشه سطح انتقال ما. حالا در برخی کشورها 700 کیلوولت هم دارن استفاده میکنن. این از پست‌های انتقال. بریم سراغ پست بعدی. پست‌های بعدی میشه پست‌های توزیع. این پست‌های توزیع واسط بین سیستم انتقال و توزیع. حالا ترانسفورماتوری که داخل این پست استفاده شده چیکار می‌کنه؟ میاد و ولتاژ رو کاهش میده. یعنی چی؟ ببینید شما فرض کنید که یک ولتاژ 230 کیلوولت دارید. ما این 230 کیلوولت رو در ابتدا میایم تبدیلش می‌کنیم به 63. دیگه اینا رو یاد گرفتید. به این صورت بعد از این ما باز یک ترانسفورماتور میذاریم و 63 کیلوولت رو تبدیل میکنیم به ولتاژ توزیع، یعنی 20 کیلوولت. به این صورت. خب حالا این پست هایی که اینجا قرار گرفته به چه صورت هستش؟ نکنید این پست ها رو ما میگیم پست های فوق توزیع و این پست ها میشه پست های توزیع، یعنی فوق توزیع رو تبدیل میکنه به 20 کیلوولت. فقط دقت داشته باشید این ترانسفورماتورهای توزیع که به صورت اصطلاحی گفته میشه، ترانسفورماتورهایی هستن که بالای تیر برق‌ها وصل میشن، یعنی 20 کیلوولت رو تبدیل میکنن به 14 کیلوولت. با این اشتباه نگیرید، به این ترانسفورماتورها میگیم ترانسفورماتور توزیع. پست توزیع یه چیز دیگه هستش.
پست‌های دیگه پست‌های جمع کننده هستن. پست‌های جمع کننده پست‌هایی هستن که در کنار نیروگاه‌های تولید پراکنده استفاده میشن. نیروگاه پراکنده مثل چی؟ مثل نیروگاه‌های بادی یا نیروگاه خورشیدی. شما فرض کنید که یک نیروگاه داریم و به صورت تولید پراکنده هستش. حالا ما نوش اصلا کاری نداریم. ولتاژی که خب این داره تولید میکنه در سطح ولتاژ پایین هستش دیگه. بنابراین ما مجبوریم بیایم این رو تبدیل کنیم به عنوان مثال به 120 کیلو ولت فرضاً، یعنی خروجی رو 20 کیلو ولت کنیم و از اینجا وصلش کنیم به شبکه توزیع به عنوان مثال. خب شبکه توزیع هم که به همه جا به صورت حلقوی وصل هستش. بس میبینیم که ترانسی که توی این پست ها استفاده میشه ترانس های افزاینده هستش. حالا توی این پست ها ما میتونیم ادواتی بذاریم برای تسهیل.